نه اشتباه گفتم. دوباره بگو. من گوشای خرگوشیم در اومد از توی کلا. اینا رو میذارم برای خب پای صحنه ها. گوشای خرگوشی منو نه نه تا. نه همین که گفتی رو، همین دیالوگ تو. اینو چه اشکالی داره؟ چه گوشه خرگوشی آخه چرا؟ نه گوش نه نه اصلا منظورم گوشه خودم نبوده. گوشه خوشگلم نبود میخواستی بگی؟ نه میخواستم بگم اصلا منظورم گوشه خودم نبود، منظورم گوشه های این روسری کوچولوه بود در من. من گوشم شبیه خرگوشه؟ نه تو بگفتی من نه اصلا چه ساله. ای بابا اینجا هم سانسور میشه. گفت هر وقت که دلش تنگ میشه باید زنگ بزنه بابا باش حرف بزنه ویدیو کار کنه. من جا داره که تشکر بکنم از اون روانشناس عزیزمون دوست خوبمون خانم فرانه عزیز که این کنسرت دادن، یعنی همون باعث شد که یعنی در واقع یه مجوزی دادن که وقت و بی وقت دیگه. و من در هر ساعتی شب روز وسط جلسه تو سنجاق وسط هر چیزی زنگ میزدم شبتون. یعنی همیشه با روانشناس خودتون مشورت کنید، چیزایی بهتون خواهد گفت که حتی این کار بکنید. ولی اصلا من این مدلی هم نه، تو این مدلی نیستی، نباد با بسته هست. آیا نه نه میدونم نباد با هم بگیرم. من واقعا آدم صبوری هم تو گشنگی خیلی جده هست. میگم یعنی منظورم که خیلی مثال مسخره ای بود. آره نه شما نه یه چیز دیگه میخواستم. یه سوال دیگه، تونستین عشق رو توی زندگیتون حفظ کنید بعد از ازدواج؟ نه حقیقتش الان همینجوری تو دروسی شما اینم گرفتم جلوت که ببینی یادت نره باید کنم. این حک شد، میخوای تتو کنم مثلا با بعدی. خیلی نجابت میکنم اصلا نمیگم هیچی از تو، تو خود نمیخوای خودت بگی؟ هیچ وقت تقصیر من نیست، من خیلی اوکی هم. خودش عصبی میشه، خودش بعدا پشیمون میشه. خودش از خودش نمیگه، انگار من همیشه در صورت که واقعا تو نیست. چه اشتباهی کردم مگه؟ اول بگم ازتون انرژی مثبت میگیرم و سوالم اینه که دم شما گرم. خیلی مهربونی، خیلی دوست داری. اینو از قصد قول دادی جلو من که من بخونم. خیلی مخلصتم، فدات، فکرتم. انقدر لطف و محبت دیدم که دیگه واقعا نمیدونم چیزی تشکر کنم ازش. واقعا دمتون گرم عزیزای دلم. سلام. سلام، خیلی خوش اومدین به این ویدیو که قراره به سوالات شما جواب بدیم. یه استوری گذاشتیم توی اینستاگرام و قرار شد که شما سوالی اگه دارین بپرسین و من و شاهراخ هم بشینیم و به سوال شما جواب بدیم. البته تو یه نگاهی زدی نه، من قراره سورپرایز شم. اسکرین شات ها رو من گرفتم. برو بریم. سلام عزیزم، دوست دارم بدونم که هم شما و هم آقای استخری از سمت پدر و مادر اهل کجایی؟ خب میگی یا من بگم اول؟ بگو شما. من از سمت پدری اهل استان فارس هستیم. اصلا استخری شهر قدیمیه که توی استان فارسه و اصل ما دیگه برمیگرده به اونجا. الان شهری اونجا وجود نداره، نزدیکای مرو دشته، ولی خب فک و فامیل پراکنده شدن به جاهای مختلف. شیراز هستن، داراب هستن، بندر عباس هستن، خیلی جاها. سیرجان یه مدت پدر بزرگم زندگی میکردن و هم مادری پدر مادرم، یعنی پدر بزرگ مادریم ترک هستن، آذری هستن و مادر مادرم شمالی. یه پکیجی هم داشتم بگیرم. چقدر طولانی شد برای من، خیلی کوتاهه. من چون پدر مادرم با هم فامیلن، من از هر دو طرف هر دو پدر بزرگا ترک بودن که هر دو هم به رحمت خدا رفتن. مادر بزرگم از طرف پدری ایشون شمالی بودن. سوال بعدی، سبیده جان کجا زندگی میکنید؟ میشه لطفا جواب بدید؟ بفرمایید. برای کسایی که نمیدونن که شاید یه ذره عجیب باشه مثلا اینکه چجوری ما اینجاییم ایرانیم اینا، من یه توضیح بدم. من خیلی کوچیک بودم، تقریبا هم سنای پناه بودم که با پدر و مادرم
و برادرم مهاجرت کردیم به بلژیک. مهاجرتمون هم یه دلیل پزشکی داشت که اومدیم اینجا، تا اینکه من دیگه ازدواج کردم و برای ازدواجم اومدم ایران. ولی خب میگم چون خانوادم همیشه اینجا زندگی میکردن، میشه رفت آمد به اینجا رو داشتیم. الان یه ذره به خاطر حال مادرم که باز فکر کنم بعضیا میدونن بعضیا نمیدونن چون ایشون کسالت دارن، تصمیم بر این شد که وقت بیشتری رو اینجا باشیم. همیشه توی این سالها من به خاطر کارم یه خورده مجبور شدم در رفت آمد باشم. بیشتر از بچه‌ها کم دوری نکشیدیم توی این 11 سال. امیدوارم که یه روزی کمتر این دوری ها اتفاق بیفته. با کسی که قضاوت خیلی بدی در موردتون بکنه عکس عملتون چی؟ چهرش میدیم اینجور ما که چیزی واقعا قضاوت دیگه. وقتی مثلا تو از یه جایی مورد لطف مردم قرار میگیری و مردم میشناسنه، اولا که در واقع انگار این مجوز رو به همه میدی که قضاوتت کنن، اما هر بارش میتونم بگم که کوچولو درد داره. من خودم اولش اینجوری بودم که مثلا دلنوازان رو بازی کرده بودم و خب اونجا یه کاراکتر مغرور یه خورده بچه پول داره مثلا اون مدلی طور بود، بعد همه من رو فکر کردم من همونم دیگه. بعد من هنوزم همه فکر خیلی آره. بعد من خیلی اینجوری بودم که مبارزه کنم و هی سعی کنم که ذهنیت آدم رو عوض کنم. هرکی رو میدیدم با من اینجوری نیست. تو چی؟ خیلی. تو نگفتی؟ با من چرا بد میشه وقتی یکی قضاوت میکنه؟ این رو بگو، اینا درده. نه خدا وکیلی اولا، ولی از یه جایی تاثیر میذاش رو دیگه، هنوز هم میذاره رومون دیگه. میخواستم بگم که اصلا شنیدن هر قضاوتی راجع به هر آدمی ناراحت کننده است به نظرم. من خیلی وقتا یه چیزای بدی میشنوم، ولی خب میگم من که نمیدونم اون آدم اون لحظه تو چه شرایطی بوده. کلن یه چیزی بگم، کلن مغز انسان جوری تکامل یافته که با قیاس کردن متوجه یه سری چیزا میشه. یعنی این خودتون رو بابت این قضیه نگوهش نکنید که خودتون رو مقایسه میکنید، رفتاراتون رو مقایسه میکنید، شرایط زندگیتون رو مقایسه میکنید با آدم ها. نه، از همین قیاس هاست که در واقع ذهن انسان به نتیجه گیری میرسه. هیچ وقت خجالتی و مضطرب نبودین توی دوره های از زندگی؟ الان با کیه؟ این سوال از کیه؟ میتونه از جفتمون باشه. من که آدم خجالتی بودم، من که آدم خجالتی بودم به شدت، خیلی چیزها رو روم نمیشد انجام بدم. سوپرمارکت درست درمون بلد نبودم برام خرید کنم، روم نمیشد. و یه خود هم این خجالته از غرور هست، اینکه تو از ترس از قضاوت هست که آقا من الان یه چیزی نگم همه بچه های کلاس بخندن، یه سوالی نکنم همه بگن چه سوال مسخره ای، واسه همین ترجیح میدی سکوت کنی. هر چقدر بزرگتر شدم سعی کردم باش مبارزه کنم و یه ذره اینو تو خودم، و هنوزم یکم، یعنی وقتی یکی کامنت میذاره مثلا تو ویدیو قبلی، همون ویدیو اولیمون که دادیم بعد از مدت ها، خیلی ها نوشته بودن که بس هم فکر نمیکنیم شما اگر خجالتی باشیم. خواهد من هست دیگه یه ذره توش که میبینم. اوکی. من آدم خجالتی نبودم هیچ وقت، تقریبا آدم خجالتی نبودم، الان هم نیستم خجالتی، مضطرب. ولی چرا اینکه مثلا یه وقتای استرس بگیرم و اینا؟ چرا؟ چطوری با هم آشنا شدیم؟ اینو من یه بار گفتم تو دوره همی سانسور شد، حتما صلاح نیست دیگه سانسور شد. ما از طریق یه دوست مشترک، یه دونه دوست مشترک داشتیم تو فضای مجازی، ما اونجوری با هم آشنا شدیم. سبیده جون، عمل بینی عمل سختیه، آخه میخوام عمل کنم ولی میترسم. برای من اصلا سخت نبود،
شاید هم واسه این بود که خیلی دوست داشتم، سنم هم کم بود، 17 سالم بود اون موقع بینیمو عمل کردم. تازه من همزمان بینیمو با دندونای عقلم همزمان با هم جراحی کردم، یعنی دندونای عقلم در نیامده بود. بعد دکترم گفتش که دکترم جراح فک و صورت بودن، بعد گفتن که باید دندونای عقلت هم جراحی کنی قبل از اینکه در بیان. بعد دیگه ایشون هم قرار بود که بینیمو عمل کنن، قرار شد که یه بیهوشی همه این کار رو با هم بکنم. یعنی از اتاق عمل که اومدم بیرون لپام اینقدر باد کرده بود رو دماغم چسب گذاشته بود از بس. برای من اسی بگم زمان ما سخت بود. من خیلی قدیم کار کردم، 20 و چند سال پیش حدودا فکر کنم 19 سالم بود، سال دومین های دانشگاه بودم. بعد اصرار مادرم که نمیدونم خیلی احتمالا داغون بودم که مادرم گفت بیا برو حتما یه تغییری در این وضعیت ایجاد کن. یه خود از این گوشتی کپولیاب بود، اما هم شبیه این بوکسور مکسورا بودم، البته اینکه مشت خورده بودم بی تحصیل نبود، ولی زمان ما اصلا آسون نبود. یعنی من یادم من رفتم اونجا برای صبح روز عمل، دوتا دیازپام بهم دادن، گفتن اینو بخور. بگم آجا تو بیهوشی نچی؟ گفتن نه بیهسی و نه. ببین صدای چکش میشیدم، صدای چکش مگه دیازپام آدم بیهسته نه دیازپام رو داد که احتمالاً همین ضربات و اینا دیوونم نکنه احتمالاً، ولی بی‌حس بی‌حس بود، دردم نمیگم اون لحظه میومد، ولی قشنگ صدای ضربه چه میدونم تق تق وسطش هم بهوش و بگم دکتر اوکی چیزی لازم نداری کنم نه بخواب. یعنی خیلی داغون بود. اینا رو من تو فیلم های طنز دیدی واقعی بود، واقعا اینجوری بود. وای وقتی میخوان این گچه رو بردارن که چه شکلی بی. بعد تقریبا فکر کنم همه اولش راضی نیستن، یعنی من خودم اینطوری بودم، گچه هم که باز کردم من چند دخون بودم که راضی بودم. اما به فکر بچه بعدی هم هستی؟ با بعدی موهاتون چی شد؟ خوب شد رنگش؟ داغ دلم رو تازه نکنید لطفا. نه. خوب شد رنگش؟ نه نشد؟ نه. برای من هم هنوز زخمش خوب نشد. چجوری آشنا شدین؟ جواب دادیم؟ آیا نسبتی با هم داریم؟ نه دیگه نه. زن شوهری؟ جز این نسبت دیگه نه. داداش شاه رو چقدر مامان سپی رو دوست داری؟ آها جی 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 چجوری باید بگم؟ مثلا چند تا از 10 تا مثلا چجوری؟ معلوم نیست دوستش دارم، یعنی چی کار باید بکنم که معلوم باشه؟ به نظرم حالا ولی کلن دوست داشتن یه چیزیه که همواره توی یه رابطه باید برای روشن نگه داشتن اون عشق تلاش صورت بگیره. و این یه آتیشی که مادرم همیشه اینو میگفت که تو باید اینو همیشه روشن نگهش داری، باید آروم آروم همیشه اون هیزومه رو بندازی توش و اون رو تا آخر روشن نگه داری و برای موضوع باید تلاش کنی. یه دوست داشتن اولیه یه قوی برای یک عمر زندگی کافی نیست، باید براش تلاش کنید. آقا شاروخ و شما سپیده جون کجا به دنیا آمدین؟ تهران. هر دو تهران. به خب سپیده جون شما فاصله سنیتون با آقای صخری چقدره؟ 7 سال و 3 ماه هفت سال تقریبا دیگه. تو دی من مهرم. آقای صخری آدم ساکت و کم حرفی هم؟ تو بگو. یه وقتایی آره یه وقتایی نه، یعنی شاید اگه یه جایی باشه که آدم ها رو نشناسه و اینا آدم کم حرف تری باشه به نسبت خودم مقایسه میکنم، ولی در کل نه آدم کم حرفی نیست، آدم ساکتی نیست. آخه من اکثرا هم تو جمع دوستا و نزدیکایی هم که باهاشون راحتم خیلی کم پیش میاد برم توی جمعی که خیلی برام جالبه، همه فکر میکنن تو آدم آروم و ساکتی هستی و اینکه خیلی جدی، در صورتی که دقیقا برعکس، تو خیلی آدم شوخی، آدم ها رو میخندونی خیلی زیاد. مثلا بعد فکر کنم به خاطر همون فیلم هایی که بازی کردی.
میکنم اینجوری فکر میکنم. ببین حالا خندوندن با جدی بودن خیلی منافات نداره، یعنی تو میتونی آدم ها رو بخندونی ولی خودت آدم جدی باشی. خیلی از کمدین ها اینجوری هستن. نه منظورم جدیه، جدی خشک مثلا شاید. نه نیست اصلا. اسمای دخترها رو کی انتخاب کرد؟ با هم انتخاب کردیم در واقع، فقط اینکه پیشنهاد پناه فکر کنم اول از طرف من بود که یهو به دل سفیده نشست، و نبات هم پیشنهادش از طرف تو بود که یهو خیلی به دل من نشست. سویده جون، آقای صخری خیلی جدی و عصبانی به نظر میرسن ولی شما مهربونید. چطور این همه فداکار هستید؟ این به اون سواله که من اینجا نشسته بودم، این به اون ده. خوش اینو من استوری میذاشتم که سوالاتونو بپرسید، چون 90% سواله که روی سخنشون تویی و به تو بگو عزیزم من چطور این همه فداکار هستم. اینم گفتم جلوت که ببینی یادت نره من فداکار. این هک شد، میخوای تتو کنم مثلا. ولی واقعا فداکاری گذشت لازمه زندگیه و تایید نمی کنم که من خیلی آدم عصبانی و فلان. نه واقعا اینطور نیست. شاید البته که عصبانیت های بدی داشتم، اینو معترفم بهش، ولی خیلی روش کار کردم. یه خورده که رو خودتون کار میکنید مثلا عصبانی میشی، زودتر پشیمون میشی بعدش. یه خورده که روش کار میکنی و همون وسطش دیگه متوجه میشی که داری یه خورده حد و حدود تو پشت سر میذاری. یه ذره دیگه روش کار کنی قبل از عصبانیت ممکنه متوجهش بشی و بتونی خودتو کنترل کنی. من روش کار کردم، امروز شرایط بهتری دارم. یه اتفاقاتی هم افتاد که این وسط یه ذره کاتالیزور این داستان شد، ولی فکر کنم الان بهترم. در فداکاری و گذشت و صبوری شما هم هیچ شکی وجود نداره و ما بابتش خداوند بزرگ رو شکریم. مرسی ازتون که این ویدیو رو تا آخر دیدین. اگر سوالتون جزو سوالی بود که جواب دادیم، باز برامون تو کامنت ها بنویسید. اگه سوالی دارید که دوست دارید بعداً راجع به صحبت کنید، بازم برامون بنویسید. بازم از این ویدیوها خواهیم ساخت براتون و دمتون خیلی گرم. مرسی که ویدیو رو نگاه کردین. امیدوارم که تا اونجایی که میشد جواب سوالا رو داده باشیم. ببخشید که اگه یه عالمشو نتونستیم بخونیم، ولی ان شاءالله بعداً بازم این کار رو تکرار میکنیم. یه دنیا مرسی. مخلصی. خداحافظ. خداحافظ.